محفل که به مناسبت در شرک مهاجرین با تلاوت آیات قرآنی آغاز یافت، عبدالرؤوف قفوری رئیس یهودت مهاجرین غور گفت در اثر حوادث و رویدادهای مختلف 930 خانواده از زادگاه اصلی خود بیجا شده به مرکز غور آمده. از طرف کمیشنری ملل متحد و مؤسسه جهانی غذا تحت پوشش مواد غذایی و غیر غذایی قرار گرفتند که توسط کمیته ملی مبارزه با حوادث مؤسسات زیرب تا مدت 25 یوم 530 خانواده ثبت و راجستر شده که امروز توسط مقامات صالحه موادشان را دریافت می دارند. سید انور رحمتی والی غور تایی صحبت گفت غور سال سختی را پشت سر می گذراند. خشکسالی مردم را به مهاجرت و بیجاشتن کشانیده. اداره محلی، کمیته ملی مبارزه با حوادث، مؤسسات خیریه سعی بخرد دارند تا مردم را یاری رسانند. خوشبختانه امروز شاهد توزیع یک مقدار مواد هستیم. والی غور افزود قرار است که به زودی 6000 مترتون گندم به ولایت غور برسد. سهمیه هر ولسوالی تثبیت شده به مرکز ولسوالی ها میرسد که توسط هیئت برای مستحقین توزیع می شود. آقای رحمتی گفت کمک های مساعدت شده دولت و مؤسسات برای فقرا و مساکین آنقدر نیست که مایتاجی خانواده ها را مرفوع سازد. بهتر آن است که بیجا شدگان بعد از دریافت مواد به مسکن اصلی خود برگردند تا از ذلت و خاری نجات یابند. به گفته مسئول تطبیق کننده انصار برای هر فامیل مبلغ 125 دلار آمریکایی پول نقد، 50 کیلو گندم، 6 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، 2 بشکه پلاستیکی، 6 کلچه صابون کاراشویی، 1 عدد سلت، 1 عدد کپسول گاز، 1 عدد چراغ سولری در نظر گرفته شده است.